آغاز عملی کار پروژه تاپی در افغانستان. این پروژه بزرگ گاز کشور ترکمنستان را به افغانستان و از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال می دهد. کار لوله کشی بخش افغانستان نیز رسما در ولایت هرات آغاز شده است و عنقریب گاز ترکمنستان نیز به خانه های مردم هرات توزیع خواهد شد. پروژه بزرگ تاپی لوله گاز که به خاک افغانستان رسیده و چند متر داخل هم شده، صحبت ها شد که چطور بتانیم اینمی پروژه با اونمو عظمت و قوتی که داره شروع کنیم تا که در قدم اول به هرات برسه. دو هفته قبل وزیر خارجه ترکمنستان در سفر یک روزش به افغانستان از ساحه پروژه تاپی در ولایت هرات دیدار کرد. هدف از این دیدار را بازدید از جریان عملی پروژه های تاپی، همچنان پروژه های مشترک میان دو کشور در زمینه های اقتصادی، ترانزیتی، برق، ریل و انرژی عنوان کردند. امروز جناب وزیر صاحب خارجه و معاون شورای وزیران کشور همسایه دو و دوست ترکمنستان آمده بود. ما هم به تورغونډۍ رفته بودیم، چیزایی که به ما بسیار خوشی بخشید و بسیار اطمینان بخشید. بعد از 45 سال که خداوند به ما و شما یه رحم کرد، که خیلی بزرگ است برادران. باز وزیر صاحب خارجه ترکمنستان از خط اهن دیدن کرد و فیصله به این شد که در پروژه خط اهن هم کار شروع شود. تیم های تخنیکی از هر دو طرف تعیین شده که چطور اونجا تاسیسات زیاد شود و چطور تورغونډۍ با هرات وصل شود. کار لوله کشی بخش ترکمنستان چند سال پیش پایان یافته بود و فعلا کار لوله کشی در خاک افغانستان جریان دارد. با عملی کردن پروژه تاپی که از تورغونډۍ شروع می شود تا سپین بولدک و اولین شبکه را انشاءالله که توزیع گاز می شود در ولایت هرات، باز به ولسوالی های هرات و به هوټلای هرات، ننبایی های هرات، خانه های هرات و کلگی نلکه های گاز انشاءالله توزیع خواه شد و در این اقدام میکنیم که شرکت های خصوصی این شبکه را به قرارداد بگیرد و سرمایه گذاری کند. درازی مجموعه لوله گاز تاپی 1814 کیلومتر است. این لوله از ولایت های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار میگذرد و 816 کیلومتر از مجموع 1814 کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می شود. تقریبا به صدها موترا و سکاترا و ماشینی را آورده که هم به سرک غور تا هرات کار شروع است بسیار به سرعت و هم به سرک بادغیس و فاریاب که حلقوی سرق است. از این کلگی طرف ها الحمدلله به هرات ای آبادی ترقی هرات خصوصا و آبادی ترقی کلگی افغانستان عموما شروع است. هرات در آینده یک آینده درخشان دارد. در افغانستان لوله گاز تاپی در امتداد جاده شهرهای هرات کندهار کشیده می شود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می گذرد و در نهایت به شهر فوزیلکا در هند می رسد. هزینه مجموعی این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار می باشد. این پروژه توسط چند کمپنی از افغانستان و ترکمنستان به شمول تصدی گاز افغانستان، کمپنی دولتی گاز ترکمنستان و دو کمپنی خصوصی از افغانستان تطبیق می شود.
با بهره برداری از این پروژه تاپی افغانستان سالانه غیر از گرفتن گاز کافی از این پروژه بیش از 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز را به دست خواهد آورد. همچنان این پروژه برای هزاران نفر فرصت کاریابی نیز ایجاد خواهد کرد. و ای جای خوشی است که در قرارداد این شرط شده که 100% پروسس آهن در داخل افغانستان باشد. شما فکر کنین که 6.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود و پروسس 2 میلیارد تن در افغانستان صورت گیرد، چقدر مردم ما شما به کار می آید و قیمت این به کجا می رسد؟ بر بنیاد آمارها افغانستان در 10 سال اول سالانه تاپ 500 میلیون متر مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه در 10 سال دوم به 1 میلیارد متر مکعب و در 10 سال سوم پس از تکمیل پروژه به 1.5 میلیارد متر مکعب گاز خواهد رسید. بانک انکشاف آسیایی به تعهدات عمل کنه و کمک های خود به افغانستان غرض تطبیق پروژه تاپی بفرسته. مشکلات بین هند و پاکستان هم در بخش مسئله به یک توافق نسبی برسند و در این صورت اگر پروژه تاپی تطبیق شود قطعا میتونه که بر افغانستان دارای مزیت های وافر اقتصادی باشه. این تقریبا 800-900 کیلومتر چکم 900 کیلومتر یا 808 کیلومتر غالبا است به پاکستان از خاک افغانستان عبور میکند پاکستان و این گاز به هند صادر می شود، به میلیاردها دلار سرمایه گذاری می شود، به هزارها جوانای ما شما سر کار می شود. به یقین ما انشاءالله که از این پس جوانای ما به جایی که به دیگر ممالک برود از دیگر جایا انشاءالله به افغانستان خواه آمدن، ایرا که دیگر پروژه تفصیلش زیاد است که ما الحمدلله در دیگر ولایت هم داریم خصوصا در هرات. چارم یک کلان مژده به شما این است که ولایت هرات به ولایت غور انشاءالله وصل می شود. فعلا کار به سرک روان است. آمارهای نخستین نشان می دهد با بهره برداری از این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند خواهد رسید. پروژه های دیگری که در کنار پروژه تاپی عملی می شوند اکنون پروژه تاپی یک پروژه واحد نبوده بلکه چندین پروژه دیگر نیز در امتداد این لوله گاز عملی خواهد شد. این همه برای اقتصاد، برای پایین آمدن نرخ ها تاثیر دارد. پروژه های بزرگ بزرگ که آلی شروع شد الحمدلله مثل که در معدن است، مثل حوزه نفت امو است که آلی به هزارها تن مواد نفتی بیرون میشه و از او استفاده میشه. سر سالم کار اساسی شده و کار سیوم این بود که برق که از ترکمنستان به هرات آمده برای اونها سب اشتیشن به نام نور الجهاد تقویه شده، ظرفیتش بالا رفته. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک افتتاح شود تا که مشکل برق بیخی حل شود، هم به هموطنان عزیز و خصوصا برای پاپریکاها و برای پارک صنعتی. یک از این پروژه ها پروژه انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان افغانستان و پاکستان است که برق ترکمنستان را به پاکستان از طریق افغانستان انتقال خواهد داد. افغانستان سالانه تا 110 میلیون دلار حق ترانزیت از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد و 3 سب استیشن برق در ولایت های هرات، فرا و کندهار ساخته خواهد شد. به اضافه انتقال برق کیبل فایبر نوری نیز در منطقه کشیده خواهد شد و کشورهای همسایه را با هم وصل خواهد کرد. پروژه دیگری که در امتداد لوله گاز پروژه تاپی عملی خواهد شد خط آهنی است که
پاکستان و ترکمنستان را از طریق افغانستان با هم وصل می کند. دارد. پس از حاکمیت امارات اسلامی که امنیت سرتاسری تامین است و زمینی خوبی برای تطبیق این پروژه فراهم شده، ما خواهان آغاز کار این پروژه هستیم و در این زمینه آمادی هر نوع همکاری از جانب امارات اسلامی هستیم. سرک از غور به هرات، حلقوی سرک از پاریاب تا بادغیس است 172 کیلومتر. این سرک خام است، بسیار تکلیف مردم به تکلیف است. این را هم به عواید معدن جور می شود و کار سر شروع است. تیمای تکنیکی هر دو کشور، تیمای تکنیکی ترکمنستان و تیمای تکنیکی افغانستان دوباره به صاحب میرن، اونا تفصیلا سر از بحث میکنن و انشالله پر امید هستیم که کارایشان هم شروع میشن. سر کش کردن خط آهن از ترغندی به طرف هرات هم بحث کردیم، اونا بحث شد. 15 روز پیش ما به ترکمنستان سفر داشتیم، اونجا سر از پروژه بحث شد. وقتی که ترکمنستان میخوان که امرای منطقه رقابت داشته باشن و امرای جاده و موترها ماشینها رقابت بکنن، اینا باید خط ترغندی و به طرف هرات برسانن. فرزون بحث شدن، اونا پیشنهاد داشتن که باید خط از ترغندی به طرف هرات را کش کنیم ببریم. سلامت باشید. و همچنان تیمای تکنیکی دو روز بعد و اقینم میرسه در پلانی که به ترغندی داره، همچنان یک پلان بر اقینم کشور ترکمنستان و افغانستان مشترکن داره. بندر اقینه را وسط میتیم و خط اقینه را، خط اندخوی را به طرف مزار و شبرغان کش میکنیم انشاءالله. بینندگان محترم رادیو تلویزیون ملی افغانستان، این بود میهنمن از ولایت هرات که در مورد پروژه تاپی، مسائل تجارتی، ترانسپورتی و همچنان خط آهن بین افغانستان و ترکمنستان با حضور وزرای خارجه دو کشور و همچنان رئیس عمومی خط آهن افغانستان خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.